درودی دوباره خدمت شما دوستان عزیز آیا اسرائیل آخر به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد؟ سوالی است که در بین بسیاری از افعال عمومی مطرح هستش که حسب تحقیقات و تحلیل ها و نشانه‌شناسی می‌خواستم میخواستم یک پاسخی رو خدمت شما بینندگان عزیز به استحضارتون برسونم دو سه تا واقعه رو مشاهدیم که حکایت کرد. آنی که یک نبرد تمام ایار چه بسا به قیمت انحلال کامل نظام دینی جمهوری اسلامی وجود داشته باشه نکته نخست گزارش‌های از سوی ABC توسط برخی از مقامات امریکایی گفته شد که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی و برخیز مقامات تراز اول نظامی به تأسیسات زیرزمینی و پناهگاه های امن پناه گرفتند که در روز مبادا در یک آماده, آماده باش قرار بگیرند و از حملات احتمالی برای کشته شدن به نحوی از آنها ایمن بمانند. نکته دیگری که معید این مطلب هست که اسرائیل حملات همه جانبه خواهد کرد خروج و تخریه نیروهای نظامی سپاه پاسداران از کشور سوریه هستش که به عنوان مدافعین حرم و یا مستشاران نظامی در شامات حضور داشتند و این رو والستری جورنال هم تایید کرد و نکته پایانی که میتوان بر این مطالب افزود تغییر دکترین سیاست هسته جمهوری اسلامی است که آقای حق طلب سردار حق طلب یکی از مقامات رئیس در واقع پایگاه حفاظت مراکز هستهی جمهوری اسلامی است و ایشون حتی گفت که سیاست های هسته‌ای جمهوری اسلامی به وقت لزوم میتونه تغییر کنه در این حالی است که همه شما بینندگان عزیز آگاهی دارید که شخص رهبری نظام در مقوله مذاکره برجام و مسائل از این دست میگفت که به خاطر فتوای رهبری اساسا تهدید به استفاده از تسلیحات هسته‌ای به لحاظ شرعی حرام هست الان که در تنگنا قرار گرفتن این دو هم دارن تجدید نظر سیاست هسته‌ای میکنند حسب این پارامترهای برشمرده احتمال یک حمله تمام ایار از سوی اسرائیل و پایان جمهوری اسلامی لحظه به لحظه نیز بیشتر می شود تا بعد بدرود